پپلو از این حرف ها بیدگرامی مسئله زبان فارسی هنوز هم داغ است. ای که چی مسئله اتفاق افتاد، چرا چنین چیز اتفاق افتاد، هیچ کس توضیح درست نمیده. امروز هم در کابل یک تعداد کسایی که به اصطلاح زده این مسئله هستند که چرا زبان فارسی بایست زبان بیگانه خوانده شده، تجمع کرده بودند در کابل، حرف های زدن و حکومت محکوم کردن. در بعض موارد گفتن که حکومت خود از این عامل شده برای اختلافات و دامن زدن به تفرقه و قرار دادن مردم در برابر هم دیگر. مثلا کلیم الله همسخن عضو جبهه ضد تبعیض به دویچه وله گفته که ما خواهان توقف توزیع تذکره برقی هستیم، چرا که این تذکره با انگیزه نفاق افغانی توزیع میشه. افزوده که حکومت زبان فارسی را در فهرست زبانهای خارجی قرار داده، با آنکه زبان فارسی یک زبان فراقومی در افغانستان می باشه. همسخن تاکید کرده توزیع تذکره برقی یک ضرورت جدی برای جامعه افغانستان می باشه، اما جبهه ضد تبعیض خواهان توزیع تذکره برقی به اساس مصوبه پارلمان در سال 1393 می باشد، نه به اساس فرمان اخیر اشرف غنی. سال 1393 پارلمان افغانستان تصویب کرد که تذکره برقی با مشخصات نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام پدرکلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد دارنده تذکره برقی توزیع شود. پارلمان افغانستان همچنان تصویب کرده بود که به جای واژه افغان جمهوری اسلامی افغانستان نوشته شود. اما غنی با صدور فرمان خواهان توزیع تذکره برقی با مشخصات مخالف تصمیم پارلمان گردید. روبینای شهابی سخنگوی اداره ملی احصای مرکزی افغانستان به دویچه وله گفته که تذکره برقی به اساس دیتابیسی که در سال 1396 توسط وزارت مخابرات و اداره ملی احصایه مرکزی تهیه شده بود توزیع می شود. با گفته او زبانهای فارسی، پشتو، تاجیکی، ترکمنی و بلوچی شامل زبانهای خارجی در دیتابیس ثبت شدند و به اساس آن به بیشتر از 1 میلیون افغان تذکره توزیع شده است. شهابی علاوه کرد شماری از شهروندان کشور اعتراض دارند که چرا زبان فارسی در فهرست زبانهای خارجی تذکره برقی درج شده است، و این در حالی است که زبان پشتو نیز شامل این وضعیت بوده و به عنوان زبان خارجی ثبت شده. همسخن حکومت را متهم به نفاق افغانی کرده، میگوید که حکومت افغانستان و مخصوصا اداره ملی احصای مرکزی فارسی ستیزی میکند و یک زبان فارسی را با 3 نام مجداگانه تاجیکی، دری و فارسی به 3 زبان تقسیم کرده. صارمه افضلی عضو دیگر جبهه ضد تبعیض گفته که اداره ملی احصایه در تلاش فارسی ستیزی است و برای همین شهروندان افغانستان نمیخواهند هویت آنان که زبان بخشی از آن را تشکیل میدهد نادیده گرفته شود. صارمه تاکید کرد درج زبان فارسی به عنوان زبان خارجی به معنی ایجاد فاصله میان فارسی زبانان افغانستان با تاریخ و فرهنگ این زبان میباشد و تا زمانی که حکومت افغانستان دست از تبعیض بر ندارد جبهه ضد تبعیض در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز حکومت ایستاده می شوند. صارم افضلی اضافه کرد حکومت افغانستان تمام کارمندان دولتی را مجبور ساخته است که تذکره برقی دریافت کنند. در صورت عدم دریافت تذکره برقی آنان با جریمه نقدی با کسر معاش مواجه می شوند. این بانوی محترس بیان داشت حکومت با توزیع تذکره که هنوز جنجال به امرا دارد میخواهد فضای نفاق و جنجال را در افغانستان گسترش دهد. در همین زمینه مهتاب ساحل استاد دانشگاه به دویچه وله گفته درج زبان فارسی در فهرست زبانهای خارجی از سوی اداره ملی احصای افغانستان یک اشتباه بوده و موجب مشکلات زیادی خواهد شد. ساحل علاوه کرد تذکره برقی مشکلات دیگری نیز دارد. خوب متوجه شوید مشکلش چیز بینایم تعلق ما شما زبان فارسی بیگان است، اما دیگه مشکلی چیز مثلا به جای اسم بعضی از ولایات اسم کشورهای سربستان و عربستان درج ولایت افغانستان شده. یعنی یادتان باشه که عربستان یکی از ولایت افغانستان است و ما تال نمیفهمیدیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد فارسی ستیزی در سطوح مختلف حکومت وجود دارد و خطاب به ادارات دولتی گفت به جای فارسی ستیزی بهتر از زبانهای رایج دیگر افغانستان نیز تقویت شوند تا افغانستان با تقویت زبانهای بیشتر حرف برای گفتن در سطح منطقه و جهان داشته باشد. خوبی بود حرفایی که امروز زده شد، اما ببینید که در پارلمان چی بود. در پارلمان هم بانو نیلوفر ابراهیمی سخنان جالبی را تحویل نماینده های ملت داد، با هم میشنویم. به نام خدای عدالت و آزادی، با کسب اجازه از جناب رئیس و همکارای عزیز. جناب رئیس، امروز اگر افغانستان تاریخ دارد، تمدن دارد، افتخار دارد، شاعرهای جهانی دارد و اگر افغانستان چیزی به نام فرهنگ دارد و به آن افتخار میکنه، اما و همه ریشه در زبانی دارد که اسمش پارسی است، باید آنهایی که کور شدن و یا خود را در جهل عارفانه زدن بدانند که زبان فارسی زبان تاجیک ها در افغانستان نه، بل زبان تمدن و تاریخ کهن این جغرافیا است. اگر دامن زدن به این مسائل از دید شخصی و یا اشخاص نشأت کرده باشد، خوب است که به قانون مراجعه شود و به جرم نفاق اندازی به دادگاه معرفی شود. اگر چنین اقدام ریشه در تفکر دستگاه قدرت دارد، با این دید به فکر حذف زبان پهناور فارسی نه، بل ریشه خود را با تیزاب جهل از بین میبرد. مخالف هیچ زبان نیستیم، ولی به آنهایی که غلط فکر کردند و میگویند به جای فرهنگ عزم به فرهنگ تقویت زبان بپردازند و بگذارند افغانستان به نام مولانای بزرگ همچنان شناخته شود، یکی از دلایل اصلی که در طی 6 سال حکومت وحدت ملی و حکومت فعلی نتوانست اجماع ملی را دریابد، ایجاد شگاف‌های قومی و تئوری پارچه پارچه سازی درون قومی بود که نتیجه اش تقویت دشمن و برجسته شدن طالب در میز مذاکره است.